شنیدم. من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم، من به پشتیبانی این ملت دولت. روز 28 مرداد اگرچه با سرنگونی دولت دکتر مصدق به پایان رسید، اما پیامدهای دور و درازی داشت و چنان که مهندس بازرگان میگوید، مقدمات آن هم مسبوق به سوابق طولانی بود. این قضیه 28 مرداد یه پدیده خلق و سایه که در 28 مرداد رخ بده نبود. از همون زمان ملی شدن نفت شروع شد، اون وقت جریان‌های مختلفی در خارج مملکت و در داخل مملکت بود که نقاط برجسته‌اش همون 9 اسفند بود و 25 مرداد و بعدم 28 مرداد و قبل از اونم 30 تیر هم در این وسط. و از یه طرف انگلیس‌ها جناح خارج رو با همکاری امریکایی‌ها درست می‌کردن و در داخل استفاده از حزب توده نفتی و محیط نامطلوبی که فراهم آورده بود و کارشکنی‌هایی که می‌کرد و انحراف‌هایی که وجود می‌آورد و جرأتی که به درباری‌ها و هیئت حاکمه می‌داد، این باعث شد که اون جریان‌ها پیش بیاد و رفته رفته از یه طرف کفه ترازو به طرف مخالفین سنگین می‌شد و از اون طرف هم با کارشکنی‌ها و زمین سازی‌های حزب توده و نقشه‌ها و همکاری‌های ایادی دربار و آتش بالا می‌رفت. به این ترتیب آخرین مرحله مقاومت 25 مرداد بود که بعد چون بعضی تدارکات اون خیلی ریشه‌دار بود در 28 مرداد به اون ترتیب کار خاتمه یافت. خاتمه کار مصدق آغازی بود برای جستجوی علل این واقعه و ستایش و انتقاد از کارنامه او. فریدون کشاورز عدم توجه به تشکیلات حزبی را جزو اشتباهات مصدق می داند. دکتر مصدق البته کار بسیار مهم می کرد ولی اشتباه هم کرد. یکی از اشتباهات دکتر مصدق این بود که او حزب تشکیل نداد. در ابتدای سال 1941 که مختصر آزادی در ایران برقرار شد، حق این بود که مصدق به عنوان یک رجل ملی سیاسی حزب تشکیل بده. من یقین دارم که عده زیادی از کسانی که به حزب توده رفتند مطمئنن وارد جریان مصدق و حزب مصدق می شدن. از جمله خود من یقیناً اگر حزب تشکیل می داد دکتر مصدق می رفتم تو حزب او، برای اینکه من دکتر مصدق رو از زمان رضا شاه می شناختم. متاسفانه حزب تشکیل نداد و دور خودش افراد صالح وطن پرست و جوان و تحصیل کرده رو جمع نکرد. یکی دیگر از اشتباهاتش این بود که پشت قرآن قسم خورد و امضا کرد که من با سلطنت مخالفت ندارم و این باعث شد که سلطنت هر کاری با او کرد و مجبور شد صداش در نیاد. گرچه اسمن سازمانی به نام جبهه ملی پشت سر مصدق بود، ولی به گفته دکتر کریم سنجابی این جبهه انسجامی نداشت. سازمان جبهه ملی در دوره مرحوم مصدق یا عده افراد غیر متجانس بود یا احزاب پراکنده. جبهه ملی وسیله کافی پیدا نکرد و متاسفانه نتوانست یک نهضت بزرگ را پشت سر خودش ایجاد بکنه. از سوی دیگر به نظر آیت الله خمینی اشتباه دکتر مصدق این بود که کار شاه را یکسره نکرد. قدرت دست دکتر مصدق آمد، لکن اشتباهات هم داشت. برای مملکت می‌خواست خدمت بکنه، لکن اشتباه هم داشت. یکی از اشتباهات این بود که اون وقتی که قدرت دستش آمد این را خفش نکرد، تمام کنه قضیه. کاری برای اون نداشت، اون وقت هیچ کاری برای اون نداشت که ارتش دست او بود، همه قدرت ها دست بود و اینم ضعیف بود و زیر چنگال او بود، لکن قتل شد. مجلس را ایشون منحل کرد و یکی یکی وکلا را وادار کرد که استعفا بدن. وقتی استعفا دادن یه طریق قانونی برای شاه پیدا شد با اینکه بعد از اینکه مجلس نیم تعیین نخست وزیر با شاه از شاه تعیین کنند. اشتباهی بود که از دکتر واقع شد و دنبال او این مرد را دوباره برگرداندن به ایران به قول بعضی که محمد رضا شاه رفت رضا شاه آمد، یعنی یک نفر قلدر آمد. اما مهندس بازرگان میگوید که با توجه به شرایط آن زمان مصدق درست عمل کرد. اگه خودمون رو در اون ظرف زمان و مکان بذاریم
و جریان را عمیقا نگاه بکنیم، نه نمیشه گفت اشتباه داشت، یا اگرم داشت اشتباهی بود که هر بشری و هر آدمی در اثرشی انجام میده. و البته اگه ما بگیم که میبایستی در اونجا به طور کلی از هر جهت و برای ابد پیروز شده باشیم، نه شکست بود. اما اگر نه بدونیم که در طبیعت و دنیا هیچ چیزی به طور ایدئال صورت نمیگیره و باید کار بشه و تجربه اندوزی بشه و ادامه داشته باشه، شکستی کامل نبود بلکه از جهات عدیده پیروزی بود و تجربیاتی برای آینده به دست آورد که در واقع همین انقلاب موسوم به اسلامی ایران در واقع دنباله و میوه اون تجربیات و اون حرکات اون دفعه بود. در هر حال واقعیت آن بود که شاه بر مخالفان پیروز شده بود و 28 مرداد را منشأ مشروعیت نوی برای خود می دانست. خیلی هم خلاصه بهتون بگم، قیام 28 مرداد به من اجازه چه چیزهایی را داد؟ یکی همطور که می دونید صنعت نفت ایران به دست ایرانی و با دستور ایرانی به مرحله رسیده که فکر کنم زبانزد خاص هم در خارجی دیگی در داخل ایران هم هی بردن. آثار استعماری که در مملکت ما موجود بود، یکی شمه موضوع نفت بود که اون دستگاه رسون به جایی که پیشنهاد فروش با 50% تخصیص نفت کرد که نتیجهش معالن از قرارداد گس گرشایان از لحاظ مالی بدتر بود. بعد چون خرید نفت از جاهای دیگر برای کسانی ها راحت‌تر بود، این است که مجبور شدن در چاهای نفت ایران ببندن و برای دادن مواجب کارکنان شرکت نفت ایران 300 میلیون تومان اون روز بدون پشتوانه اسکناس چاپ. این آثار استعماری رو ما به بهترین وجهی که حتی دشمن اذعان داره حل کرد. شاه و دوستانش بر اریکه قدرت سوار شدند و مصدق و یارانش به گفته دکتر سیف پور فاطمی پراکنده و مقهور. بعد از کودتا دکتر مصدق و عده‌ای از یارانش را توقیف کردند و مدتی در توقیف بود. بعد او را محاکمه کردند و به 3 سال حبس محکوم شد و بعد از حبس به دهش که احمد آباد که در نزدیکی تهران بود در اونجا تحت نظر بود و در نامه‌ای که به من نوشته بود نوشته است که در این ده 45 دفعه نظامی از صبح تا شام مأمور من هستند و من به غیر از این که داخل منزل قدم بزنم حتی در باغ ده نمیتوانم ظاهر بشم و این نظامی ها از صبح تا شام منتظر هستند که ببینن من چطور حرکت میکنم و فکر این که من ممکن است فرار بکنم مراقبت شدید از من میکنن. دکتر مصدق در همان ده عبدآباد تا آخر عمر تحت نظر بود. مصدق شکست خورده بود، اما پیام روزهای پیروزی مصدق در یاد هوادارانش ماند. این مبارزه با روح و جان ملت پیوند دارد و مردم ایران به خوبی درک کردند که این جهاد عظیم ملی بستر هست و نیست و مرد و بقای یک مملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکاری به این مرحله از پیروزی رسیده است. اونها که غیر از این فکر می کنند و به عظمت مبارزه نمی اندیشند چقدر شایسته و به جاست که مجالی باقی بگذارند تا از این ورطه هولناک بگذریم. مصدق خود از این ورطه نگذشت، اما به گفته دکتر شاپور بختیار عصر مصدق در ذهن ایرانیان ثبت شد. یک چیزهایی است که در ضمیر ناخودآگاه یک ملتی هست به طور دست جمعی و مردم بعد از مصدق یه مدتی کوتاهی که گذشت متوجه شدند چه از دست دادند و به کجا دارند میرند. ملت ایران یواش یواش مفهوم ناسیونالیسم و ملیگرایی را به طور مدرن به طور جدید درک کرد و فهمید چه آدم هایی واقعا مخلصانه خدمت می کنند و چه مردمی برای بهبود وضع شخص خودشون و اطرافیانشون قدم بر می دارند. اضافه کنید به این که آرام آرام به این واقعیتی دست یافتند که سابقا دست نیافته بودند و اون این بود که مردم ایران در اداره مملکتشون دخالت ندارند. و به گفته حاج محمد شانچی از بازاریان هوادار مصدق، سیاسیون ملی علارغم آنچه پیش آمده بود از فعالیت باز نایستادند.
بعد از 28 مرداد که مردم حکومت دکتر مصدق را دیده بودند و بعد خیانت هایی که یک عده و من جمله حزب توده خیانت کردند و ضربه اونچنانی به مردم خورد، از همونجا به فکر جبران این خسارتی که بهشون خورده افتادند که نهضت مقاومت ملی درست شد. دو سه سالم طول کشید ولی خب ساواک کم کم قدرت پیدا کرد و جلوگیری میکرد و نتوانستن کاری بکنن، ولی زیر پرده کار میکردن بود. و یکی از مؤسسین همین نهضت مقاومت ملی مهندس مهدی بازرگان بود. در نهضت مقاومت ملی که بلافاصله بعد از کودتای 28 مرداد 32 تشکیل شد، تقریبا کلیه شخصیت ها و گروه ها و افکاری که در واقع همون سیاست ملی شدن نفت و سیاست مرحوم دکتر مصدق رو تعقیب می‌کردن و کودتای 28 مرداد رو یک دخالت بیگانگان خارجی یا حالا انگلستان، امریکا یا هر کی هست یا دربار می‌دونستن، اونا این نهضت مقاومت ملی رو تشکیل دادن که به دنیا نشون بدن و به داخل نشون بدن که نه، این کودتا به هیچ وجه جنبه ملی و ایرانی نداشته و کماکان ملت ایران همون سیاست ملی کردن نفت و مبارزه با استیلای خارجی رو ادامه میده. بعد از مدتی چند سالی خب فرمانداری نظامی و اونها مخالفت کردن، موانعی پیش آمد و افرادی رو هم از جمله خود بنده به زندان انداختن. مثلا بعد از زندان وزرای مرحوم دکتر مصدق و خودیشون، از نهضت مقاومت هم کسانی رو زندان انداختن. تعقیب مخالفان پس از 28 مرداد در فرمانداری نظامی به سرپرستی تیمور بختیار که بعداً اولین رئیس سازمان امنیت شد شکل منظمی به خود گرفت و اعمال خشونت علیه مخالفان شدت یافت. اما به گفته ارتش بود جمع، علت این خشونت فقط سیاسی نبود، تصفیه حساب شخصی هم بود. البته این عکس العملی بود در مقابل زیاده روی هایی که مردم در اون موقع کردند. من خاطرم هست که مردم حتی دیگه به امور خانوادگی، حتی به نمیدونم زن و فرزند و ناموس اعلیحضرت هم ابقا نکردند. اگه شما خاطرتون هست توی اون روزنامه ها و اونم کریم پور شیرازی و نمیدونم مرد امروز و از این روزنامه ها چه چیزایی می نوشتن و نمیدونم راج هر روز تو روزنامه ها عکس ملکه رو می داختن ثریا بی وفا و نمیدونم از این حرف ها می نوشتن. تمام این زیاده روی ها نتیجه چیه؟ عکس العملی میشه که به کسی اون موقع زورش نمیرسه عکس العمل بکنه، مجبوره تحمل بکنه. بعد وقتی که قدرت به دست شما میگه خب حالا دیگه پدرتون در میاره، طبیعیه دیگه. یکی از این مخالفان دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق بود که به گفته برادرش دکتر سیف پور فاطمی شخصا مورد غضب شاه بود. شاه به هیچ یک از اطرافیان دکتر مصدق و مخالفینش به اندازه دکتر فاطمی عداوت نداشت. این عداوت از زمان روزنامه نگاری دکتر حسین فاطمی بعد از سوم شهریور شروع شده بود. بعد از اون که حکومت مصدق را کودتا برانداخت، دکتر حسین فاطمی چندی مخفی بود و بعد از اون که دستگیر شد، با اون که مریض بود، در داخل اداره شهربانی یک عده از طرف اشرف و شاه مأمور کشتن او شدند و در داخل شهربانی شعبان بیمخ او را با چاقو مضروب کرد، به طوری که مجبور شدند او را به بیمارستان بردند. مدتی در بیمارستان بود و بعد از او که او را محاکمه کردند، محاکمش هم کاملا سری بود، محکوم به اعدام شد و با حال تب روی برنکارد او را اعدام کردند. دو سه موضوع است راجع به اعدام حسین. اولا میگویند که نظامی ها او را اعدام نکردند و یکی از اشخاصی که در زندان بود دکتر شایگان و دکتر حسین فاطمی را بختیار و نصیری همونطور که روی برانکارد بود با سه تیر از بین بردند. دوم این که البته این را بعدها همه گفتند، آزبوده که در اون موقع با رس بود به او میگوید که تو که همیشه میگفتی که من از مرگ ترس ندارم، میگوید بعد آقای آزبوده مرگ حق است، من از مرگ ترس ندارم. در دنیا دو جور مرگ است، یک مرگی است که انسان برای کشورش بمیرد و این مرگ را من الان استقبال میکنم، و یک مرگ است که ارباب تو، برو به اربابت بگو که به بدبختی و سختی در قربت جان خواهد داد و این ملت
انتقام خواهد کشید. در این میان با فاش شدن سازمان نظامی حزب توده، دستگیری و آزار مخالفان گسترش یافت و به گفته مهندس بازرگان، لبه تیز این حملات از همه بیشتر متوجه این افسران بود که خسرو روزبه سرشناسترین آنان بود. ابتدا لبه تیز حمله و آزار روی حزب توده بود. رو اونا فشار بیشتر می آوردن. اونا از ملیون و مصدقی ها هم و همچنین گاهی وقتا از علما یعنی مثلا مذهبی ها اون طرفی ها می گرفتن. خب مرحوم نواب صفوی او هم به زندان افتاد و اونا رو هم آزار دادن، شدیدن هم آزار دادن. اما خب چون اونا دست قتل و کشتار برده بودن نسبت به اونا خیلی شدید بود. خب دوره حکومت نظامی که نهضت مقاومت تشکیل شد، اونجا در واقع اول دفعه بود که با ملیون طرف شدن. ما در نهضت مقاومت روزنامه راه مصدق و مکتب مصدق رو راه انداخته بودیم و تظاهراتی می شد، یه تظاهرات خیلی مفصلی روزی که نیکسون که اون موقع معاون رئیس جمهور بود آمده بود در بازار، مردم بازار اینا اونجا چارپایی گذاشتن و نطق کردن و به انگلیسی حتی صحبت شده اینها علیه اونها و علیه عمل کودتا و علیه شاه و اینها حرفای زدن و بعدم اون قضیه دانشگاه شد، آزار دانشگاه. بنابراین فرمانداری نظامی که بعدم شد ساواک و اینها، اینها متوجه مبارزین ملی و مذهبی هم شدن و سعی هم کردن که بساطشون رو جمع بکنن و از بین ببرن. عده زیادی رو هم گرفتن، خصوصا بعد از اون نامه‌ای که علیه قرارداد کنسورسیوم یه 60-70 نفری امضا کرده بودن که مرحوم حافظ فیروز آبادی بود، 12 نفر اساتید دانشگاه بودن، عده‌ای از وجوه بازار بودن، دانشجوها و از اشخاص مختلف از شناخته شده های اون زمان بودن که نسبت به اونا شروع شد به سختگیری و اکثر عملهایی نشون داد. دستگاه کارمندای دولت رو برکنار کردن، بازاریاشون رو تحت فشار گذاشتن، حساب بانکیشون رو بستن، مغازه‌هاشون رو تاراج کردن یا اذیت کردن، از این جور کارا، و اساتید دانشگاه رو هم خواستن اخراج بکنن. به رئیس دانشگاه آقای دکتر سیاسی گفتن که اینا رو اخراج کن، اون مقاومت کرد، گفت من چیکاری نمی‌کنم مگر اینکه اینا محاکمه بشن در محاکمه اداری و فلان. بالاخره به وسیله کفیل وزارت فرهنگ ماها رو اون 12 نفر رو بازنشسته کردن و از این قبیل کارا. بعد هم وقتی دیدن که ادامه داره به زندان انداختن و در زندان، ولی منحیث المجموع رفتارشون با ملیون، با نهضت مقاومت و بعدم جبهه ملی در مقایسه با توده‌ها خیلی ملایم‌تر بود. شاه با تکیه بر ارتش و سازمان جدید و تأسیس اطلاعات و امنیت کشور دوران اقتدار خود را آغاز کرد و پس از مصدق چندین دولت روی کار آمد. اما به گفته دکتر سیف پور فاطمی دیگر تا سالها نخست وزیری نبود که در برابر او قد علم کند. بعد از اینکه حکومت دکتر مصدق را کودتا ساقط کرد، زاهدی به سر کار آمد. زاهدی از 28 مرداد 32 تا 28 اسفند 33 بر سر کار بود. مهمترین کار زاهدی بستن قرارداد تازه نفت با شرکت‌های کنسرسیوم بود که بعد از اینکه اون کار را انجام داد، شاه که نسبت به زاهدی همیشه بدبین بود و فکر میکرد که او ممکن است که یک روزی کودتا بکند، او را از کار برکنار کرد و حسین علاکه مرد شریف و درستکار ولی همیشه چشم بر حکم و گوش بر فرمان بود، نخست وزیر شد. در حکومت علا قدرت سواک کاملا زیاد شد و بعد از اون ایران به پیمان بغداد پیوست. حکومت علا زیاد طول نکشید و شاه منوچهر اقبال را مأمور دولت کرد. در دوره او حکومت مطلقه و دیکتاتوری شاه به تمام معنا تأمین شد و شخص شاه علاوه بر سواک و ارتش، وزارت خارجه و اداره شرکت نفت و سازمان برنامه را تحت نظر شخص خودش قرار داد و در این دوره، دوره مجلس را هم از 2 به 4 تمدید کردند. ولی باز فشار اقتصادی و انتخاب کندی
به ریاست جمهور امریکا، شاه را مجبور کرد که اقبال را بردارد و به جای او شریف امامی که فکر میکرد به روشن فکران و روحانیون نزدیک است به نخست وزیری منصوب کرد. شریف امامی خواست که یک سیاست بی‌طرفانه بازی بکند و از نفوذ امریکایی ها که در اون موقع فوق العاده زیاد بود بکاهد، ولی وضع اقتصادی ایران باز رو به بدی گذارد و انتخابات دوره بیستم هم در همین موقع برقرار بود، ولی چون فوق العاده در این انتخابات دزدی و فشار به مردم آوردن، شاه مجبور شد که اون مجلس دوره بیستم را منحل کند و شریف امامی هم استعفا داد و در نتیجه دکتر امینی که در اون موقع معروف بود که مورد توجه امریکایی هاست و با کندی روابط صمیمانه دارد به نخست وزیری انتخاب کرد. Quand on veut créer son entreprise, on est vite perdu quand on entend. Cabis, dépôt de capital, statut, numéro Siret. De quoi bien gâcher vos soirées. Rassurez-vous, Conto est là pour vous aider à y voir plus clair. Avec Conto, gérez facilement et rapidement les étapes de la création de votre entreprise. Et tout ça, 100% en ligne. Rédigez vos statuts, déposez votre capital, ouvrez votre compte pro et démarrez votre activité en toute simplicité. Rendez-vous sur conto.com pour créer votre entreprise.